أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الهی انتقنی بالهدى والهم التقوى. خدا تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این دقایقی رو که در خدمت هستم مختصر از زندگی پر نور شهدا نکاتی رو انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهم کرد. امید این که دنیا و آخرت دستمون از دامانشون کم و کوتاه نگردد و امیدواریم که انشاءالله به برکت این شهدایی که حداقل از رفقای شهیدمون بودن خداوند به ما هم تفضل بفرماید و انشاءالله عاقبتمون ختم به سعادت و شهادت مقرر بگردد. شهیدی که امروز کوتاه در محضر او خواهیم بود شهید حاج منصور خادم صادق، شهیدی که در دارالرحمه شیراز مدفونه و در دوران دفاع مقدس هم شهید نشده. بعد از جنگ سال 1372 عین مأموریت در سانحه‌ای به شهادت رسیدن. یه نکته از زندگی ایشون یکی از رفقای ایشون نقل میکنه که ما مشغول بودیم برای فاتحه خوندن در دارالرحمه برای شهدا که نگاه کردم دیدم چند تا دختر خانم کنار قبر شهید حاج منصور نشستن و مشغول خوندن دعا و قرآن هستن. جلو رفتم فاتحه بخونم، از من سوال کردن شما این شهید رو میشناسید؟ گفتم مگه شما این شهید رو نمیشناسید؟ پس چطوره که کنار قبرش نشستیم؟ گفتن داستان داره زندگی ما و با این شهید حشر و نشر ما. پرسیدم میشه داستانتون رو بگین؟ گفتن ما چند تا دختریم دانشجو از شهرهای مختلف قبول شدیم شیراز، یه خوابگاه دانشجویی رو با هم دیگه اجاره کرده بودیم، یه خونه ای رو، و اونجا درسمون رو میخوندیم و زندگی میکردیم تا یک روز صاحب خانه اومد و گفت که باید خونه رو تخلیه کنید، یک روزم بیشتر وقت ندارید و من لازم دارم. هرچه اصرار کردیم فایده نداشت، مدتی اصرار کردیم دیدیم به نتیجه نمیرسیم، رفتیم خدمت امام جماعت دانشگاهمون و گفتیم که آقا ماجرا از این قرار. امام جماعت دانشگاه تعاملی کرد، گفت از دست من کاری بر نمیاد، یعنی در واقع از دست ما زنده های علی الظاهر کاری بر نمیاد، برید سراغ زنده های واقعی شهدا ازشون بخواید. آمدیم تو دارالرحمه، انگار این شهید هممون رو صدا زد، دل هامون یه مرتبه به سمت قبر او کشید. آمدیم کنار قبرش نشستیم و ماجرا رو به حاج منصور در میون گذاشتیم. آمدیم خونه و خوابیدیم و صبح هم آرام آرام وسایل رو شروع کردیم جمع کردن. صاحب خانه آمد با یه حالی منقلب و چشمانی سرخ شده، گفت نمیخواد وسایل رو جمع کنیم. گفتیم چرا؟ تا سوال کردیم چرا، صاحب خونه گفت حاج منصور کیه؟ تا اسم حاج منصور رو شنیدیم زانوامون سست شد، هر چهارتامون زدیم زیر گریه و منقلب شدیم. فهمیدیم که ماجرا ماجرای عادی نیست. گفتیم چطور مگه؟ گفت دیشب یه جوون با عظمت و با جبروتی از وقتی که از سر شب که من خوابیدم آمده به خوابم چندین مرتبه، هی گفت من حاج منصورم، این دخترها رو اذیت نکن. و امروز من آمدم به شما بگم که این جایی که هستید بمانید و به برکت این شهید مشکل اینها هم حل شد. شهید زنده است و کار ازش برمیاد، نشانه موجود زنده اثر گذاریش. امیدواریم که از دامن پر نور شهدا فیض ببریم و انشاءالله که دستمون از دامانشون تا قیامت کم و کوتاه نگردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.